با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر برنامه های خبری تحلیلی امشب را میگوشه این با برنامه شامگاهی صفحه یک با کاوشی بر آخرین خانش های منتشر از تازه ترین تحولات ایران منطقه و جهان در مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب اظهار نارضایتی آیت الله علی خامنه از موفق نبودن طرح اقتصاد مقاومتی همینطور دلجویی و تفقد روحانی از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پس از تهدید این دولت مرد هسته از سوی روح الله حسینیان و حمید رسایی کماکان واکنش ها به تنش های پارلمان و دولت حول برجام تغییرات بورس پس از تصویب توافق هسته‌ای در مجلس افشای لایه های تازه از فساد های سازمان یافته از جمله پرده های نو از دکل های نفتی و بر صد نشستن بحران سوریه در مذاکرات چند جانبه با مشارکت ایران و روسیه و اتحادیه اروپا باستاب تایید و تصویب زود هنگام طرح برجام در شورای نگهبان بروز بحران های زیست محیطی با امهای جنگل های ایران و تحولات تازه در ترکیه با اعتراف دولت اردوغان نسبت به احمال کمکاری و اشتباه در انفجار مرگ بار آنکارا با برکناری دو مقام ارشد پلیس آنکارا اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 23 ماه مهر ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و برگزیده امشب سوریه وارد فاز تازه عملیات نظامی می شود با عملیات زمینی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش های منتشره و دریافتی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که هزاران نفر از نیروهای جمهوری اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی آماده می شوند تا در کنار نیروهای رژیم بشار اسد در منطقه حلب با نیروهای مخالفان درگیر شوند وجود نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه البته جدید نیست و در گزارش های بیشمار اعلام شد اما اکنون مقامات ایران خبر از تعداد زیادی از نیروهای خود به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای سپاه قدس ایران در سوریه میدهند و این با اعلام روسیه برای کمک های نظامی هوایی به ارتش اسد همزمان شده است بنابر اطلاعات به دست آمده نیروهای جمهوری اسلامی قرار است تا در کنار نیروهای رژیم بشار اسد و شبه نظامیان حزب الله و همینطور با پشتیبانی هوایی روسیه حمله بزرگی را در استان حلب و برای جنگ با مخالفان رژیم آغاز کنند در سوی دیگر گزارش می شود که جنگنده های روسیه همچنین هدفهایی را در استان هما بمباران کردند. همچنان اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و مسکو در زمینه هماهنگی بین نیروهای هوایی خود در سوریه پیشرفت هایی داشتند. و اما در این میان روزنامه های امروز ایران نیز به مقوله سوریه با نگاه های مختلف و بعضا مثبتی پرداختند و حتی به زعم خیش از پایان داعش نوید پیشا هنگام داده بودند از جمله مردم سالاری با طرح و ترسیم کاریکاتوری بسیار تقابلی مشک های روسی را به نمایش میکشید که بر روی دلارهای آمریکایی بمب ریخته و به پیش میتازند این روزنامه خبر داد که با پیشروی ارتش سوریه و حمایت روسیه داعش به پایان خود نزدیک می شود و یا روزنامه قدس خبر داد که ارتش سوریه آماده ی حمله به حلب می شود همچنین قانون با موضوعی نظامی آراسته شد و از رایزنی جنرال ها در تهران خبر داد و بالاخره رویش ملت نیز تیتر اصلی را خبری یا راست مبنی بر آنکه داعش به پایان خود نزدیک می شود همه اینها در حالی است که تصاویری تازه انتشار یافته حکایت از حضور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه دارد منابع رسمی که عکس را منتشر کرده نوشته بودند که قاسم سلیمانی در این عکس در حال سخنرانی برای سربازان سوری در شمال سوریه است به استحضار بینندگان عزیز میرسانیم که پس از انتشار خبر کشته شدن سردار حسین همدانی در سوریه منابعی با ابهام و گمانه این سوال را مطرح کردند که آیا قاسم سلیمانی هم کشته یا زخمی شده است این منابع قیاب قاسم سلیمانی در مراسم تدفین و گرامیداشت داشته سرهنگ حسین همدانی را سوال برانگیز خوانده بودند در تصاویری که روزهای اخیر از مراسم خاک سپاری و گرامیداشت حسین همدانی منتشر شد بسیاری از مقامهای کشوری و لشکری به چشم میخوردند اما قاسم سلیمانی در میان این مقامات نبود و نیست سلیمانی پیش از این نیز در مراسم تدفین یا گرامی داشته فرماندهان پیشتر جان باخته در سوریه همچون محمد علی الله دادی، محمد جمالی پاقلعه، محمد جمالی زاده و حمید تقوی که همگی در سوریه کشته شده اند شرکت کرده بود. البته در همین میان با سوریه روزنامه جهان صنعت با خانش دیگری به ماجرای سوریه نگاه افکند و باز بر نقش به زعم این روزنامه کلیدی دو حامی اسد بر حل بحران سوریه تاکید کرد جهان صنعت به نقل از خانم موگرنی از نقشه کلیدی ایران و روسیه بر مشارکت منطقه ای در حل بحران سوریه نوشته بود این در حالی است که این دو کشور با جهتگیری مشخص به نفع اسد از منظر بسیاری از کارشناسان و کشورهای منطقه ای و اروپایی عملا نقش سازندهی در توازن و ثبات و تعادل بحران سوریه نمیتوانند داشته باشند. ادامه میدهیم و ورق میزنیم مرور خبرهای کوتاه را با نگاه روزنامه های منتشره حول رویدادهای منتخب از سوریه به ترکیه می رویم و میکاویم و می خانیم آخرین ترکش‌های بر جای مانده در میدان مرکزی شهر آنکارا که با انفجار مرگبار تروریستی حدود 100 تن از شهروندان ترک کشته شدن این بار رجب تای بردوغان سریحا از اشتباه دولتیان در بروز این انفجار سخن گفت و رئیس پلیس آنکارا را نیز برکنار کرد تحولی تازه در روند نارامی های این کشور همسایه و استراتژیک منطقه در پی انفجار آنکارا وزارت کشور ترکیه 22 ماه مر. قدری قارتال رئیس پلیس آنکارا و رئیس مرکز اطلاعاتی و امنیتی پلیس پایتخت را از کار برکنار کرد این نخستین برکناری های رسمی در پی حملات 19 همه مهر ماست در بیانیه وزارت کشور ترکیه اشاره شد که این کار برای آن انجام میگیرد که بازرسان و مسئولان بتوانند تحقیقات سالمی انجام دهند تازه ترین در پی انفجار های ترکیه در حالی است که گزارش ها و تحلیل ها از افزایش اعتراضات و انتقادها به دولت رجب طیب اردوغان حکایت دارد و آن را متهم به کوتاهی در تأمین امنیت راهپیمایی می کنند در این راستا خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که حملات آنکارا بر تنش های سیاسی در ترکیه افزوده است مردم با شعارهایی علیه دولت به تظاهرات میز پس از انفجارها رفتند بسیاری نیز پلاکاردهایی در دست داشتند که شخص رئیس جمهوری را قاتل مینامید یا بر روی آنها نوشته شده است که ما قاتل را میشناسیم در این راستا نگاهی کوتاه خواهم داشت به برخی از روزنامه های داخل ترکیه روزنامه ترکیه حریت می نوشت مقام ها بر این عقیدند که انفجرها به دست یونس امر آلاگوز برادر بمبگذار سروچ عبدالرحمن آلاگوز انجام شده است نام شخص دیگری به نام عمر دنیز دوندار نیز در این رابطه به میان آمده است او پیشتر دو بار به سوریه رفته بود بنابر گزارش روزنامه ترک زبان حریت هر دو نفر روز انفجار با خودروهایی جداگانه از نزدیکی مرز سوریه وارد آن کارا شدند علاوه بر آن خبرگزاری رسمی ترکیه نوشت مقامهای قضایی انتشار جزئیات تحقیقات را نیز من کردند ادامه میده هم با روزنامه های تهران و اما روزنامه های تهران و ترکیه یعنی پردازش به بحران ترکیه روزنامه های عمدتا منتصب به رهبری جمهوری اسلامی ایران که دیریست بر سر بحران سوریه و دفاع تمام قد از خودکامه سوریه بشار اسد با همه منطقه بر سر جنگ و تنش هستند با اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از این موزه مجادلات و ورزی ها دارند و هر روز با واژگانی تازه تیغ نقد بر رجب طیب بردغان می کشند. ابرار مطلب اصلی نیم صفحه شماره امروز را به اردوغان اختصاص داد و به نقل از رجب طیب بردغان از کرد که دولت در جریان انفجارهای اخیر مرتکب اشتباهاتی شده است. همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید و خبرها و نظرها برگرفته از منابع خبری و روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا عربستان سعودی نیز در حوزه منطقی و دیپلماسی خارجی مجددا مورد توجه تیم تکنوکرات های کابینه روحانی بود علا رغم دستندازی های علی خامنه ای بر سر رقابت های منطقی و تشکیل هلال شیعی محمد جواد زریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آن و اعتراف کرد که به نفع ایران نیست که عربستان را از دست بدهد و البته متقابلا منفعت عربستان نیز با از دست دادن ایران محقق نمی شود اظهار موضعی تازه با روی کرده دیپلماتیک و نو در جنجال و تنش آفرینی های نهاد رهبری که از سوی وزیر خارجه کابینه روحانی بیان شد در این میان های اصلی کشور با خانش های اساسی خود به تنظیم خبر پرداختند از جمله روزنامه ابتکار ظریف را نشان میدهد که در کنار تریبون مارکدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی خمیده تا برگی و ورقی و دفتری افتاده بر زمین را برگیرد با واژگانی منعطف و مهربان تیت زد که ظریف برادران عرب را به توافق دعوت کرد و یا روزنامه شهروند به نقل از ظریف در صفحه یک نوشت که ایران و اعراب در یک کشتی نشستند بر اساس گزارش های منتشره در بیشتر روزنامه های امروز ایران محمد جواد ظریف طی دیداری که با سردبیران روزنامه های عربی داشت در گفتگو با روزنامه ارای کویت ضمن اشاره به اینکه ایران و عربستان منافع مشترک چالش های مشترک و ویژگی های مشترکی مثل دین تاریخ و جغرافیا دارند سپس این سال رو مطرح کرد که پس چرا نباید این دو کشور با یکدیگر همکاری کنند این اظهارات مداراجویانه و منطقی و حسن همجواری در حالی بیان می شود که کادر نظامی وابسته به رهبری جمهوری اسلامی ایران کماکان بر تبل تهدید و سنج جنگ با کشورهای همسایه منطقه ای میکوبند ادامه میدهم با همین موضوع و مضمون برگرفته از روزنامه ها در این راستا روزنامه هایی که مدافع بهبود روابط با جهان و کشورهای همسایه هستند یادداشتها و تحلیل های حمایتی منتشر کردند از جمله روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از مردان هاشمی و تکنوکرات های اصلاح طلب یادداشت سیاسی اصلی شماره امروز را با عنوان منطقه و ضرورت ترمیم روابط تهران و ریاض به قلم محمد علی صبحانی نوشت و تاکید کرد که ایران و عربستان هر دو همسایه و دارای مرز مشترک از طریق خلیج فارس هستند و در صورتی که خلیج فارس ناامن شود به زیان هر دو طرف خواهد بود لازم به توضیح است که روزنامه شرق نیز به قلم همین دیپلمات پیشین مقاله ای منتشر کرده بود از منظر سفیر سابق ایران در لبنان اقدامی که ظریف در جهت باز شدن راه گفتگو در منطقه انجام می دهد مسیر بسیار درستی است اگرچه ممکن است گفته شود که عربستان تمایل نشان نمی دهد، اما نمی توان به این مسئله اکتفا کرد زیرا عربستان نیز خطر تروریسم را می تواند درک کند محمد علی صبحانی در ادامه این نوشتار تحلیلی با گلایه مستتر و نرم از لایه های تندرو و روابط خراب کن داخل ایران متذکر شد که در این میان عواملی هستند که موجب جدایی خلاف افکنی و حراس از یکدیگر در روابط تهران و ریاض شده است عواملی که به زمین نویسنده توجه به اشتراک در آنها کمتر است و تمرکز بیش از هر چیز روی اختلافات است که گویا هدف نگارنده این روزنامه نزدیک به طیف هاشمی رفت رفسنجانی همانا انتقاد به دولت موازی نظامیان نشسته در آستان بیت رهبری است ادامه می دهم و ورق می با مطالب برگزیده دیگر در ادامه بررسی مطبوعات معمای حضور اسقر حجازی و نقش احتمالی این پردهدار بیت رهبری ایران در تسریع تصویب برجام به رسانه ها درس کرده است از جمله روزنامه کیهان حسین شریعت مداری که سخت بر مخالف خانی های توافق هسته ای میکوبد در مطلب اصلی شماره امروز با استناد به اطلاعیه روابط عمومی بیت رهبری ایران درباره احتمال نقش واسط حجازی از سوی رهبر خبر داد که پشت پرده خبری نبود مدعیان پاسخ دهند کیهان یادداشت اصلی امروز را نیز به عنوان آن ادعا بیپایی بود اختصاص داده به قلم شخص حسین شریعتمداری مداری مطرح شدن نقش اسقر حجازی یکی از مسئولین دفتر رهبر ایران در تصویب برجام را به علی لاریجانی و محمد رضا باهنر رئیس و نائب رئیس مجلس نسبت داد که نشان از تنش‌های درون سازمانی است حسین شریعتمداری مداری در پایان نتیجه گرفت که به عنوان کردن نقش حجازی در روند رسیدگی به برجام بسیاری از نمایندگان به زن حسین شریعت مداری دچار تردید شدند و در رأی مثبت برخی از آنها به طرح یاد شده بی تأثیر نبوده است که در واقع اعتبار آفرینی برای علی خامنه است و رقمی زنیم با موضوعی دیگر و روزنامه ای دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون حسن روحانی به نحو بسیار پررنگی بر صدر صفحات نشست که در واقع پس از تهدید شدنش از سوی روح حسینیان به دفن در نیروگاه عراق و پوشانده شدنش با سیمان حسن روحانی از ایشان دلجویی کرد روزنامه اعتماد از دلجویی بدون تشریفات رئیس جمهوری ایران از این دولت مرد هسته ای نوشت و یا روزنامه آرمان نیز مطلب اصلی صفحه یک را به دلجویی روحانی از صالحی اختصاص داد و به نقل از معاون صالحی نوشت که اطلاعیه حسینیان عذر بدتر از گناه بود همان گونه که بینندگان عزیز مستحضرید روح الله حسینیان یکی از یاران نزدیک سید مامی مجری قتل های پاییز خونریز 77 و, و دوستان علی فلاحیان پس از تهدید کردن صالحی به دفن با سیمان در حوالی نیروگاه عراق یک روز پس از آن تهدید تهدید خود را جدی خواند و به جای عذرخواهی بر عمل تهدیدآمیز تروریستی خود سهه گذارد ادامه می اقتصاد بورس و تورم نیز امروز نیم صفحه روزنامه های اقتصادی را به خود اختصاص داد از جمله روزنامه تعادل در یک نظرخواهی که از چهره سیاسی و اقتصادی انجام داد از اقبال 72 درصدی به بسته ضد رکود دولت روحانی خبر داد این روزنامه در یک گفتگوی تحلیلی ویژه با سعید لیلاز مدعی شد که سقف تورم 14 درصدی قابل تحمل است گویا سیاست کاهش تورم کماکان در سیاست های مهار بحران اقتصادی دولت روحانی جایگاه نخست و اولا را دارد در سوی دیگر روزنامه جهان صنعت با اشاره به فرجام برجام و تصویب در مجلس نتیجه گرفت که بورس به روحانی اعتماد کرد که به شکست شدن رکود سماهی اخیر بورس در تهران اشاره کرد ادامه می دهم و اما ماجراهای فساد بیپایان نظام جمهوری اسلامی با افشای لایه های تازهی از ماجراهای دکل نفتی گم شده در عهد احمدی نژاد. دولت مورد حمایت و معتمد علی خامنه ای که وی را دولت پاک دست نیز می خاندن. روزنامه شرق و بسیاری از روزنامه های نزدیک به طیف دولت و تحول به نقل از امیراباس سلطانی خبر دادند که دو میلیارد و سیصد میلیون دلار پول دکل هایی است که هنوز نیامد بر اساس گزارش روزنامه شرق علیرغم اظهارات زنگنه وزیر نفت مبنی بر اینکه دکل نفت قبلی هنوز گم شده است ولی بر اساس اطلاعات واصله در خلیج مکزیک در حال حفاری است به نقل از امیراباس سلطانی که یکی از نمایندگان پیگیری پرونده بابک زنجانی است از احتمال رسیدن تعداد دکل های گم شده به 18 فقره خبر داد سلطانی در پاسخ به این سوال که ماجرای دکل های گم شده نفتی به کجا رسید گفت آقای زنگنه وزیر نفت از عنوان دکل های گم شده استفاده کردند و گفتن دکل گم شده است در حالی که اصلا دکلی تحویل نشده است که گم شود و به نوعی پول دکل گم شده و فقط روی کاغذ انجام شده است او با بیان این که دکل باید وارد کشور می در مورد برخی اخبار مبنی بر وجود دکل در مکزیک گفت این موارد شایعات است که دکل از مکزیک سر در زیرا دکلی وارد نشده که گم شود و با این گزارش از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد بیننده مشروع اخبار و گزارش ها در آن سوی خبر باشید که تا ثانیه بعد پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود